4 انفجار پی هم شهر جلال آباد را تکان داد. طارق آریان: اگر کسی پی یونیفرم نظامی دست اندازد، پلیس بر فرقش میکوبد. نیروهای امنیتی ملی در فاریاب یک هسته 18 نفری داعش را بازداشت کردند. با یاد خدا به یک دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا آخر ویدیو با ما بوده و این ویدیو را لایک کنید. طارق آریان: اگر کسی به یونیفرم نظامی دست اندازد، پلیس بر فرقش میکوبد. سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان تاکید دارد در کشور دیگر اگر کسی به یونیفرم نظامی دست اندازد، پلیس به فرقش میکوبد. با گزارش اسپوتنیک، طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخلی در صفحه تویترش نگاشته است که در کشور دیگر اگر کسی به یونیفرم نظامی دست اندازد، پلیس به فرقش میکوبد و زندگی را برایش حرام میکند. سخنگوی وزارت امور داخلی کشور میافزاید: اگر طالب است، داعش است و یا هر کس مانند علیپور که سرباز ما را هدف قرار داده، مستحق نابودی و سرکوب است. این سخنان در حال بیان میشود که محمد اشرف‌غنی روز شنبه 20 مارچ در تماس تلفنی با خانواده های قربانیان سقوط هواپیمای ارتش که چهارشنبه شب هفته گذشته رخ داد گفت که انتقام قربانیان این حادثه گرفته می شود. او سقوط هواپیمای ارتش در ولسوالی حصه اول بهسود را جنایت غیر قابل بخشش خوان. قابل ذکر است که یک هواپیمای نظامی ارتش چهارشنبه شب هفته مارچ در ولسوالی حصه اول بهسود سقوط کرد. علیپور مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفته است. وزارت دفاع ملی 3 روز پس از این حادثه اعلام کرد که افراد علیپور هواپیمای ارتش را هدف قرار دادند. در این حادثه 9 تن از نیروهای امنیتی و پیلوتان کشور جان باختند. نیروهای امنیتی ملی در فاریاب یک هسته 18 نفری داعش را بازداشت کردند. ریاست عمومی امنیتی ملی از بازداشت یک هسته 18 نفری تبلیغ و جلب و جذب گروه داعش در ولایت فاریاب خبر داد. این ریاست جمعه 29 اوت با نشر خبرنامه‌ای گفت که نیروهای امنیتی ملی با اجرای عملیات طراحی‌ریزی شده در فاریاب هسته 18 نفری تبلیغ و جلب و جذب گروه داعش را بازداشت کردند. از اعضای این هسته شیخ عبدالحق، اسیب الله، سید عبدالعزیز، عبدالبصیر، سخی محمد و بشیر احمد نام برده شدند. ریاست عمومی امنیت ملی گفته است که این هسته مسئولیت تبلیغ و دعوت به جهاد را بر عهده داشتند و اعضایشان را به سایر ولایت برای جذب مردم به گروه داعش میفرستادند. طبق خبرنامه امنیت ملی، این افراد در جرایم مانند اختطاف و ترور شهروندان ملکی، کارمندان دولتی و تجاران و بردگیری در ولایت فاریاب سهم فعال داشتند. پیشتر اشرف‌غنی رئیس جمهوری گفته بود که در پی بازداشت 80 عضو داعش از وقوع حملات گسترده به ویژه در کابل و بلخ جلوگیری شده است. این در حال است که نگرانی از حضور داعش در شمال افغانستان جدی است. کشورهای منطقه از جمله روسیه بارها در این زمینه نگرانی و هشدار داده است. چهار انفجار پی هم شهر جلال آباد را تکان داد. چهار انفجار پی هم در شهر جلال آباد در نخستین روز سال نو یک نفر کشته و دو نفر زخمی شدند. به گزارش سپوتنیک به نقل از روزنامه اطلاعات روس، منابع امنیتی در ولایت ننگرهار میگویند که در نتیجه انفجار پی هم در مربوطات شهر جلال آباد مرکز این ولایت یک نفر کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. فرید خان سخنگوی فرماندهی پلیس ننگرهار تاکید دارد که انفجار نخست در مربوطات نهایی حول شهر جلال آباد رخ داده است. با گفته او، ماین در زباله‌دانی جاسازی شده بود که در نتیجه انفجار آن یک غیر نظامی زخمی شده است. آقای فرید خان همچنان گفت که انفجار دومی در مربوطات نهایی چهارم شهر جلال آباد رخ داده است که ناشی از ماین کنار جاده‌ای بوده است. او افزود که در این رویداد یک کارمند صفاکار شهرداری کشته و یک غیر نظامی زخمی شدند. سخنگوی پلیس ننگرهار علاوه کرد که در دو انفجار دیگر که در بخش‌های مختلف شهر جلال آباد رخ داده، به کسی آسیب نرسیده است. فرد یا گروه تاکنون مسئولیت این رویدادها را بر عهده نگرفته است. همچنان طارق آریان: در یک سال گذشته دست کم 2000 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که در جریان یک سال گذشته دست کم 2000 غیر نظامی در نتیجه حملات طالبان در افغانستان جان باختند.
با گزارش سپوتنیک طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله در برگه تویترش نگاشته است که در سالهای گذشته خورشیدی طالبان 92 مورد حمله انتحاری، 2174 مورد انفجار ماین و پیش از 500 مورد ترورهای هدفمند در کشور انجام دادند. سخنگوی وزارت امور داخله می افزاید که در سال گذشته نزدیک به 2000 ملکی جان باخته و 4174 تن دیگر زخم برداشتند. سخنگوی وزارت امور داخله تاکید کرده است که مردم و تاریخ این کشتار و جنایت‌های جنگی طالبان را فراموش نخواهند کرد. این در حال است که چند پیش دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یعنی یونما در گزارش تازه‌اش گفته بود کم زمان با آغاز گفتگوهای صلح تلفات غیر نظامیان نیز افزایش یافته که این موضوع نگران کننده است. در گزارش یونما که روز سه‌شنبه 5 اوت منتشر شده آمده است که در سال 2020 میلادی 3035 غیر نظامی در افغانستان جان باختند و 5785 نفر دیگر زخمی شدند. جنگ بزرگ، راهی خروج امن نیست. علی موسوی، تحلیل از خبرگزاری افاق. امریکا همچنان در حال ارزیابی تعهد خروج کامل نظامیانش از افغانستان بر بنیاد تعهد دو هست. خبرهای زد و نقیص در این باره مخابره می شود و مشخص نیست که در نهایت چی تصمیم گرفته خواهد شد. بنابراین در حال حاضر تنها می توان به حدس و گمان درباره پیامدهای این تعهد بحث برانگیز پرداخت. تعهدی که موجب پیامد آمدن این احساس زود انگام در طالبان شده که آنان توانستند نیروهای اشغالگر را مجبور به ترک کشور کنند و به یک پیروزی بزرگ دست پیدا کنند. اما هیچ کس نمیتواند از خطر وقوع یک جنگ بزرگ نگران نباشد. خطر کتا میتواند برای طالبان هم زیان بار باشد. او گفته است که جنگ در افغانستان تشدید میشود و جنگجویان طالبان میتوانند شهرهای بزرگ را تهدید کنند، مگر اینکه فشار دیپلماتیک دولت آمریکا برای پایان دادن به جنگ 20 ساله در افغانستان نتیجه بدهد. مگنیزی افزوده است اگر معاقب نشینی کنیم و هیچ توافق با طالبان انجام نشود، من فکر میکنم که دولت افغانستان برای حفظ تصرف شهرها درگیر یک مبارزه سخت خواهد بود. این در حال است که بر اساس توافقنامه صلح طالبان و آمریکا قرار است حضور نیروهای خارجی در افغانستان در ماه می سال 2021 صفر شود. قبلا هم مقامات آمریکایی درباره وقوع جنگ داخلی در صورت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان هشدار داده بودند. طالبان البته پیش از این تلاش کردند تا با اشغال مراکز شهری قدرت نظامی خود را به نمایش بگذارند و از سوی دیگر یک پایتخت سیاسی مستقل و امن برای برپایی رژیم امارات ایجاد کنند، اما موفق نشدند. سپاس که تا اینم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل ما را سابسکرایب کنید. تا ویدیوی دیگر شما را به خداوند پاک می‌سپارم. روزتان خوش، نوروزتان مبارک.